شما خوب هستی؟ شما چطوری هستی؟ احوال شما؟ من موعظه‌تون تب بچه‌ها رو بگیرم. بله بفرمایید بفرمایید، راحت باشید. دیگم چی کار کنیم خواهر؟ دکتر کامران گفت وضعیت این پدر مادر این بچه هم خوب زیاد مساعد نیست، مخصوصا این مادره اصلا موندم بلا بمیرم برش. ای ای خب تو چطه؟ تو هم زیاد روبرا نیستی ها؟ دکتر کامران هیچی به شما نگفت؟ در مورد چی؟ مهاجرت. نه چیزی شده؟ بد جوری رفته رو اعصابم دادش، وقت سفارتش هم اومده. تازه اینکه هیچی نیست، اصرار داره منم پرونده تشکیل بدم با هم بریم. یعنی جدیه؟ داداش میگم وقت سفارتش اومده، میگین جدیه؟ آه بد جدیه خب. کلی هم ذوق و شوق داره از اینکه میخواد بره. مثلا انگار نه انگار ما شرط ضمن عقدمون چی بود؟ چه قول و قرارایی با هم دیگه گذاشتیم؟ فقط به اون برای آب و موقعیت خودشو. مثلا نمیبینه الان تو چه وضعی گیر کردیم؟ همین امروز جواب تسته یه سری از بچه همون مثبت در اومد. کی؟ خانم مدبر. ای داد بیداد بدبختی، خدا خودش رحم کنه رو. طفلی این پروانه دوره بیمارا میچرخه. آخه بازم اصرار داشت که نه میتونم وایسم کار بکنم. دیگه انقدر باش حرف زدم بهش گفتم عزیز من این کاری که تو داری میکنی دیگه خدمت نیست، حق و ناس میفته گردنت. کلی حرف زدم تا راضی شده بره بستری بشه. خدا شر این ویروس منوس از سر این مردم کم کنه. یکی میشه مثل هانا اینجوری وای میسه پای کارش، یا مثل ندا از اون مر بلند شده اومده اینجا به مردم خدمت کنه. بله. بعد یکی میشه مثل کامران و یه سری دیگه از همکارام میخوان کارو اینجوری بزنن زمین بلندشن برن و بر. نمیدونم چه جوری بهتون بگم داداش. تو بگو راحت باش دیگه، یه برادر خواهر دیگه. بگو بگو. دارم به انتخابم شک میکنم داداش. نه بابا من تازه میخواستم به بگم نورا جان تو برو اوور بعد دعوتنامه بفرست من آجا قهروی هم بیاییم. داداش من دارم جدی با شما حرف میزنم، دارم از زندگیم میگم. شوخی میکنین واقعا؟ نه یعنی میخوام بهت بگم که بابا دکتر کامران آدم خوبیه، ذاتش خوبه. حالا یا وسوسه شده یا تد تاثیر حرف کسی قرار گرفته، اصلا نگران نباش، اونش با من. آخه بدبختی من اینه که میگه من به خاطر تو میخوام مهاجرت کنم، به خاطر که وضعمون خوب بشه، زندگی خوب برات درست بکنم. بهش میگم عزیز من زمانی وضعم خوبه که حالم خوب باشه. حال من اینجا خوبه، وقتی میتونم یه خدمتی به مردمم بکنم حالم خوبه. بعد میگه حالا از کجا معلوم بمونیم اینجا با این وضعیت درمان جون سالم به در ببریم؟ این جوابه به من میده. بهش بگو درسته که ویروس هوشمنده، ولی دیگه اینقدر هوشمند نیست که حمله کنه به کادر درمان اینجا ولی با کادر درمان اونجا کاری نداشته باشه. نه بابا هر درود هر جا بری آسمان همون رنگه. فکر کردی من کیم؟ فکر کردی من کیم؟ باش تو صبح دولت بدمد کجا بریم بریم. ببین فری به بهروزم گفتم این دفعه بخوای گند بزنی آبروی منو پیش حاج آقای هروی و تو آب ببری، دمار از روزگارتون در میارم، میزنم له و لوردتون میکنم، سیاه کبودتون میکنم. گند چی بزنیم؟ مگه ما چیکار کردیم؟ چرا همش گیر میدی داداش؟ گیر داریم. چرا گیر میدی؟ گیر چی داریم؟ چرا گیر میدی؟ آقا همه چیز فهمیده. چی رو فهمیده؟ خونه بالا شهر، ریموت، درخت های سرسبز، همه رو بخور بخورا، همه رو، همه. چجوری تو گفتی؟ تو زمین شل بازی در روی ها؟ چجوری فهم؟ چجوری فهمیده؟ خیلی تیزی ها؟ چیه الان؟ ما چیکار کردیم؟ چیکار کردیم؟ در و پنجره های بند خدای گرفتاره، مریضی که رو تخته، تو بستره، بستره، کرونا گرفته، دستش از همه دنیا کوتاه شده، رفتیم دستش گرفتیم در پنجره. این گنده، این ریگه. بله این چه گنده، چه جوریه؟ اصلا تمام پنجره های شهر رو ببندید، هیچ مسئله ای نیست. خب ولی بخواید گند بزنید، دست از پا خطا بکنید، این جرمه، این گنده، این آبروی منو بردن. آقا آقا بیژن من 10 بار به این گفتم دست از پا خطا کنه
حواسم بهش هست. آقا بیجان میا بریم مسجد یا نه؟ نه من اینجا کار دارم ولی این عقاب حواسم بهتون هست. باش باش بیبریم بیبریم عقاب خدا حافظ. چرا میگی حواسم بهش هست؟ آقا یه چرا؟ چرا بهش گفتی؟ حواست به چی من نگاه کنه؟ آقا بدش کن، اصلا غلط کردم، بگو چی شد؟ هیچی، رفتم تو آی سی او، بابا رو دیدم دستبام شل شد. بابات؟ بگه اینجاست دیگه بابات؟ بابا تیمسار دیگه. اون شد دیگه بابات؟ بابامه دیگه، بابای معنویمه، خودمون که قبول داریم، حالا کسی قبول نداره. خب ولش کن. خب دیگه هیچی نتونستم بهش خیانت کنم، همه ماجرا گذاشتم کف دستش، همه رو گفتم. همه رو؟ آره دیگه همه رو گفتم. بگو اون چی گفت؟ اون چی گفت؟ اولش خیلی ناراحت شد، رفت تو خودش، الهی بمیرم، الهی بمیرم، نمیدونی نبود ببین چقدر اینجوری رفته بود تو خودش. بعد یه وقت خودش در اومد. خب همینجور نگاهم کرد. من نگاهش کردم، اون نگاهم کرد، بعد گفت که همینو ادامه بدی. چیه؟ آقا چی کار داری میکنی؟ خب نه دیگه، بعد بگو من چی گفتم. خب تو چی گفتی؟ من هیچی نگفتم، کپ کرده بودم که اینجور گفت. اصلا تعجب کردم استقبال کنه از این قضیه. خب باور میشه؟ بعد بگو اون چی گفت. خب اون چی گفت؟ گفت میخوام ببینم میخوان تهش چی کار کنن این بچه ها. شما ادامه بدی، هر کاری هم خواستم براشون انجام بدی، یعنی این کاغذها رو ما انگوش بزنم. خب بعد بگو من چی گفتم. خب تو چی گفتی؟ من گفتم این رفیقم به خاطر که همه چی طبیعی از آب در بیاد ازشون درخواست پول کرده. آره بگو اون چی گفت. خب اون چی گفت؟ اون گفت که کار خوبی کرده، یعنی تو کار خوبی کردی. بابا شوخی نکن. نه گفت پولو بگیرین، گفت تا تهش هم مال خودتون، همشو، همش از شیر مادر حلالتر، خودش به من گفت. نه همشو یعنی؟ همه همشو، گفت خرج کنی مال خودتون، نوش جونتون. آقا دمت گرم. بگو من چی گفتم. خب تو چی گفتی؟ گفتم ما همه رو میگیریم، دست بهش نمیزنیم، میاریم دو دستی تقدیم شما میکنیم. ببین من چی میگم. چی میگی؟ بابا خیلی نفهمی. چرا میگی نفهمم؟ چرا به من میگی نفهم؟ نه میخوام ببینم چرا میگی. من نمیتونم پولو بخورم، تو میتونستی بخوری؟ بله من میتونستم بخورم، یه لیوان آبم روش. نمیتونم، من فکر کنم تو هم مثل من نمیتونی بخوری. نه من میخورم. من ولی واقعا جدی جدی بهش گفتی؟ آره بابا رفتم نشون دادم، ببین این کاغذام بهش نشون دادم، گفتم اینا رو دادم پاش انگوش بزن. استمپم از تو آی سی یو کش رفتم، اینا باید زود برگردونم. و نه اینو شک میکنه، اینو اینم استم. خب آره خوست برین انگوش بزنین پاش و هر کاری اونو میگه انجام بدین، ببینم میخوام تهش به کجا برسم. خودش گفت دمش. آره خب بزن دیگه. چیو بزنم؟ انگوشتو بزن دیگه. چی بزنم من؟ نه من، تو دو بزن دیگه. با من سابقه دارم، بعدش گندش در بیاد اصلا انگوشت من خیلی برام بد میشه. کی بزنه؟ کی بزنه؟ کی بزنه؟ تو بزن دیگه. خب احمق، من هم مثل تو سابقه دارم دیگه. آره تو هم سابقه داری. چه خبره؟ فهمیدم پسر. چیو؟ کفشو در بیار. برای چی کفشو؟ کفشو تو در بیار. برای چی درش بیارم؟ شست پات. شست پام چی؟ انگشت شست پات بزن تو استم، بزن رو کاغذ. آفری خیلی فکر خوبی کردی. شست اصلا اثر انگشت پامون که تو پروندهمون نیست، فقط ده تا اثر انگشت دستمون تو پروندهمون هست. تو هم همینجوریه دیگه، اثر انگشت پات نیست که، دستت فقط هست. تو کفشتو در بیار، در بیار کفشتو دیگه. تو اثر انگشت شستتو بزن، شست پاتو بزن پاش. برام هست. چیه؟ میخوام یه رازی رو بهت بگم. چی شده؟ ببین این چیه؟ این انگوش شست پای من اینقدره. نه خیلی بزرگ برند. چقدر بزرگه؟ اینقدر هست؟ آره. خب با این انگوش کناری کوچیکی هست که میخوره به پایه میز، میگیم آخ با اون بزن. آقا مال من کجه، اینقدر خورده اینجوری شده. اینقدر کجه؟ اینقدر کجه. کو ببینم؟ آقا بلش کن، آقا تو الان شک میکنه، اونا بیرون منتظرن. ببینم من به تو را توضیح میدم. هر کدوم آقا اون الان منتظرن. دفتره بزن بابا، اون الان منتظرن. ببینم باش من قبل اینکه بهشون برسیم یه تو بایست رو بزنی، شک نکن. باش آقا شک نمی کنم، تو نگران نباش. علف زیر پاشون سبز شده. آقا بلش کن بذار بشه، هرچی دیرتر بریم بهتره. بذاره آتششون بیشتر بشه. آره تو بیشتر میگیره. آره دیگه کار سخت‌تر بوده. اینا تو نمی‌فهمی.
چی کار داری میکنی؟ پیاده شیم دیگه. آقا جان چرا نمیفهم؟ چرا حالیت نیست؟ چی؟ اون به ما احتیاج داره، اون باید پیاده شه بیاد. تو حالا این ماسکو برای سلامتیت زدی؟ آها نه دیدم نمیتونم که زبونمو بگیرم، گفتم ماسک بزنم. آره دیگه با سلامتی دادم دیگه. بعد اون موقع این بیست صاحب که این اگزوز خاور داره دود میکنه، اینم برای سلامتیه؟ من سیگاری هم. نه دیگه برای همین دارم میپرسم. نه دیگه آقا جدیدن وقتی گفتن سیگاری ها اونایی که دودین و اینا کرونا نمیگیرم، منم یه چند تا کام در روز میگیرم. آخه کی فکر میکرد تیمسار با این دبدبه و کپکپ و بنیه بدنی با یه ویروس زمینگیر بشه؟ تو دعا کنی پاپتیا، تو دعا کنی پاپتیا اثر انگشتشو بگیرن، یه عروسی برات را میندازم 40 ستون 40 پنجره. آره عزیزم، تو این مدت این همه چرت و پرت درست حسابی و غیر درست حسابی دارم میگن عاد تو چسبیدی به این یکی؟ یعنی اگه میگفتن سوسک بخورین کرونا نمیگیرین، تو سوسک میخوردی؟ بله بله بله. اگر وزارت بهداشت تایید میکرد چرا نمیخوردم؟ شما نمیخوردی؟ ببند دهنه تو بابا، این مدل حرف زدن اصلا مال تو نیست. اشتباه زدی، ما واسه دعوا نیومدیم. داداش من بعد بفهمه کت تن کیه، میفهمی یا نه؟ کت چی؟ چی داری میگی واسه خود؟ اصلا این به فرض اینکه پیاده شد بیاد اینجا کجا بشه؟ رو پای من بشه یا پای میت؟ بیا پایین بابا. بعدش هم ببینم اون آدمی که گفت معتادا کرونا نمیگیرن فاضل عالم بود و همه حرفاش پایه علمی داشت. بله آقا دیگه بالاخره یه چیز علمی ده. آقا گیر نده دیگه. کی اینا رو نگاه، اینا نگاه کی شدن اینا؟ من تو کار این کلاش موندم، نمیفهمم داره چی کار میکنه. اون از اون نشکش، اینم از این وایستاده با یه آدم مایه‌دار داره حرف میزنه. درود. سلام علیکم. وایسا زهر مار، کی گفت بشینی تو ماشین؟ یواش ها بریم پایین ببینم. بریم پایین. چیه مگه چند دیدی؟ عزیز دلم با شما نیستم. عزیز دلم با کیه؟ آره من با تماس میگیرم. خدا با تلفنشه. شما هم دیگه ببند. ما داریم از استرس میبینیم تو عزیزم عزیز دلم گفتنت گرفته. حرف نزن، ماسکتو بکش بالا بعد ببینم این با کیه. با ماسک. شما هم دیگه با کیه؟ آقای محترم شما یه مدارکی تو نمیخواستی؟ مدارکو میخوام بیرون ماشین. شما خودتون الان دو تایی یه پا ویروسین. بیاری پایین بابا. بده بیاری شین. پولانا چقدر فوسولن به جان. من میگم پیاده نشیم، این کارش الان دست ما گیره. میخواد بپریم پایین بریم یه اقاکیم کنی؟ نه نه وایسا چه جوریه این ماشین؟ داداش خودت بعد میخوای سوار بشی بخوری میشی دیگه، اینقدر الکل نزن دیگه. چقدر تنگه این ماشین. چی شد انجام شد یا نه؟ بله مثل اصل، مثل اصل. بده ببینم دیگه. داداش من پولو بده اصلو بگیر. آخه ببو آینه ماشین من قد پولی که میخوای بگیری. چی میگی تو؟ آینه چند میگه؟ عزیز من آینه تو بچسب، باد نبره، پول ما رو بده، مدارک رو بگیر. بیا آقا جان این پولت شمرده شده. بده بده. وایسا بابا وایسا. پول تقلبی که نیست. درک نرفتم اولا نمیگی وایسا. این یک. بعدم این که تقلبی ازم ترابلش مال آفتاب دزداست. ما اصیلی. ببین دارن کاغذ میده یه سری پول مول جاش میگیره. اوه راست میگی. باید صبر کنیم این یارو بره. اسکناسا رو آقای اصیلی که از پدر دزدی میکنی، خدایا شکرت که ما اصیل نشدیم و از پدرمون چیزی نمیدزدیم. آره تو دیگه خیلی گنده تر از دهنت داری صحبت میکنی. نه داداش 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 این داداش به روز ما یه مدتی این ور آب نبوده اون ور. با فرهنگ اصیل پارسی آشنایت نداره. فرامون فورگت فراموش کرد. ایشون فورگت ایشون با همین نشکش از اون ور آب فورگت تشریف آوردن. حالا نمیشد با این نیای دم دستی اصلا انگوشت چرا که بزرگه. اینم بیدار سلام آقا تا تو هستی؟ سلام آقا جمعه خدا قوه آقا میرجان خسته نباشی جور هستی انشالله. باز دوباره این به ما بشین یه دقیقه حوزی. تو چرا به من میگی بیرجان؟ من خوبی بهت بگم مزار شریف. اسم شهر رو میذاری رو من؟ ولی لحجه همانه نسته گفتم بیرجان. آه میگه بیرجان تو لحجهش اینجوریه میگه بیرجان. بده بالا بده بالا. چش پرتوکولای بهداشتی. ولی بچه دوست داری ها. باور کن هر کدومش نمیدم این امی
این یکی علی، هر کدومشونه بیاد به روز این فرامرز میوفتن. ای بابا. آره والا اگار اونا. ولی تو فکرم واجی پدر مادر اینا چجوری جرعت کردن سه تا بچه، حالا بگفتن یکی دو تا سه تا، اینا آبادون نمیخوام واقعا؟ اونی که خود خداوند وعدش رو داده یرزق و من یشا. بله. یعنی که همه تون من روزی دانم میدم، این که دیگه ترس نداره. من ینزر و زاره و چی؟ همون تو مایا میشد عربی صحبت نکنی؟ بله حتی بله یک کلمه. بله بله. حالا از اینو گذشته تربیتشون چی؟ اصلا آنجا قانون خداوند بفرمند خداوندی که دندان دهد نان دهد. بله. حالا نان ده تربیتشون تو این فضاهای فجازی موبایل همون اینا چجوری شرط تربیتشون تو این وضعیت؟ آقا اینا شرط نیست، فقط دادم فرزند بیاره. خب تربیت هم لازم آجا. آجا با اجازه هستم و گفته کنم؟ بفرمی گفته اصلا بک. همون هم آقا برجم واسه خدا بر قلب انسان عنایت کند که میتواند عاقبت بخیر بشد. وگرنه شما نظارت کن، حضرت آدم دو تا پسر داشت، یکیش وحشی شد زد آن یکی دیگر رو کشته کرد. حال میگویی پسر نوح با بدان بینش از خانواده محترمشون سوار کشتی شدن رفتن، اینم غرق شد. پسر آدم با کی بینش از نفعز و مجوزی بود، نه رفیق نوبابی بود، نه هیچ نبود، اصلا آسیبای اجتماعی ماهواره اینا هیچ کدوم نبود. تازه از همه هم این طرح جواب گفته کنون که پدرشان هم آدم بود. آدم بود. میگم سیدی هم داره صحبت شما. سیدی چیه بابا؟ سیدی که بر افتاده هم فلش میدن. خب بله. بعد یادت باشه یه فلش بدی بیرون خیالش راحت بشه. حتما بر شما یک دنه خوب خصوصی بر شما میده. باریکلا. من این ساده ترین و شیرین ترین تعبیری بود که من تا حالا شنیده بودم. خداوند انشالله همه ما را قرین رحمت بکنه. نه یا میگم اگه بر ما کار نداری ما برم بر رخشور خانه دیگر. رخشور خانه؟ حالا بیماری بحث فلسفی میکنی ما؟ نه نمیتونم اینجا شیشته کنم، باید برم آنجا شوشته کنم. شیشته کنه؟ شیشته کنه؟ شیشته نمی کنه، شوشته میکنه اونجا. آها رخشور خانه یعنی این تدی شیشته میکنه. برو با اونو خود بفهم. با اجازه خدا نگرده. ببینم انگشته دست تو رو. گریه نکن، ببینم انگشته دست تو. چیه؟ چی میگی؟ فکر کردی ما هم مثل تو دوزه بازیم؟ بیا بیا نگاه کن بیا. دیدی؟ انگناخونام هم نگاه کن اگه بلنده برم بچینمشو. انگشته دست تو رو ببینم. بفرما. بفرما. یعنی شما چرا اینقدر گنده است این اصلا انگشتا؟ متاسفانه پدر به خاطر کرونا باد کرده، باد کرده، غرم کرده. ای خدا، ای خدا. یعنی هیچ آدمی گرفتار کرونا نکن که اینقدر حالش بده؟ بله آقا، بله خیلی بدتر از این حرف هاست. حالا باید ادای دلسوزا رو واسه ما در بیاری. خوشحال شدی؟ بله، تو اگه میخواستی نمیخواستی این چیزا رو واسه چی میگن؟ این چی میگن؟ این به دزده آره واسه شما سرتون به کار خودتون باشه. بعدم پدر عزیزم اگر هر گونه کاری داشت، داروی خاصی چیزی خواست، فقط به خودم زنگ میزنی، نه به اون دو تا دادشه دیگه. به خودم زنگ میزنی، خودم در خدمت هم. آره این اصیل. بکش کنار، پولا در اصلا نمیخواد بشماریش. بکش کنار بابا، بکش کنار کار داری. میخوای بری؟ آره باید چتر رو با نکن بابا، برو من کار دارم. آقای عصی صف نوستی. آقای عصی ولش کن بابا. نه همه دست باشین. باشه ببین خیلی مفخوری ها. آقای عصی مفخوری خیلی خدافت مفخور. بله آقای مال پدر این چیزی برده میداره. بله خبا بله خبا بله خبا بله خبا بله خبا بله خبا چرا نمیگی خود چی بود اینا؟ پلیس پلیس طبیعی باش طبیعی باش طبیعی باش طبیعی هم دیگه تو الان مظلوم من طبیعی هم سلام خسته خوبه؟ بله چیزی شده؟ سلام از ماست یه ذره خسته ایم جان سلام. آره از چی خسته ایم؟ از چی ما رو به جانایی بردین؟ ما همین گروه جهاد کرونایی هستیم، همین بیمارستان اینجا یادتون نیست؟ اتفاقا شما دو نفر کامل یادمه. آفرین. اما چرا اینجا اینجوری وسط خیابون داد و بیداد؟ چرا ما اینجا اینجا هست؟ آخ آخ یاسمان کم آوردیم. کم آوردیم. واقعا مردم رعایت نمی کنن. خواهشن خواهشن شما بگی مردم رعایت کنن. بریدیم. از چی بریدی؟ کمک از دست ما برمیان؟ یاسمان فقط خواهشم ببخشید میشه خودتونم ماسک بزنید. آره. بالاخره شما هم بالاخره دارید به مردم خدمت میکنید. خدای نکرده شما مریض بشین خیلی بد میشه. بعد بالاخره ما دو تا روحیم توی یه بدن دیگه. یه بدنیم تو دو تا روح.
یه روز تو دو تا بدن ها ما و شما دیگه ببخشید دیگه جان صاحب اینا همش آثار خستگی دیگه با آثار خستگی یا شاید هم آثار کرونا ها نه جان خدا نکنه یه خدای نکرده یه بلا نسبتی بگین به جان خودم اصلا ما دعا کنیم که همیشه صحیح و سالم باشه که بتونیم به خلق خدا خدمت کنیم ایشان خدا حفظتون کنه شما را حفظ کنه همه رو اونا رو هم حفظ کنه اونا همه ها بس همه رو حفظ کنه خدا خدا حفظ شما خدا نگهد مراقب خودتون باشین خدا حفظ مراقب خوبیاتون باشین باشه حرف نزن بذار بره الان یه چیزی میگه برمیگرده میفهمه بذار بره لبخند بزن لبخند بزن بکشین بالا ماسک بوس نفس واسه شما من نگو چرا به من میگی چی کار کن چی کار نکن چرا باورم نداری پولا رو بردن آره جون داداش چرا یه دفعه درست حسابی به من نمیگی چیه ماجرا اینا کیان چرا همش دنبالمونن آقا چند بار من به تو بگم اینا طلبکارا من بیا بریم تا دیر نشده اینا برمیگردن الان مگه احمقم برگردم مگه مغز خر خوردم برگردم پولا رو گرفته حسابت صاف شده دوباره برگردم بگن چی داداش من پولی که اینا از من طلبن هزار برابر این پولی که اینا برداشتن بردن بیا ببینیم بابا واسه بس نکن میگم بابا تیمسار گفت که نوش جونتون حلالتون باشه ولی مثلا اینکه پسرش راضی نبود خدا لعنتشون کنه خدا لعنتمون کنه این همه ما خیلی ممنونم ازت داری با دل این جوان رو میایی خودم حواسم هست این پسر؟ آره دیگه بابا آجابا ما چی کاره ایم؟ گفتیم جنمشونشون حق و ولنصاف هر کاری که بهش گفتم ترتمیز و خوشگل ارائه کرد من چی کارم؟ وقتی که دو نفرم همدیگر رو دوست دارن و میخوان بیم باش ایشالا به پای هم پیر بشن یعنی شما نه سر بیازی نه تایی پیر؟ آره دیگه من وسط بیازم نیستم آجابا ولی خودت چی؟ خودم چی آجابا؟ خودت چی؟ یعنی میگم که تو با حاج خانم هم زدی پا پیش نمیخوای بذاری؟ پای چی پیش بذارم آجی؟ ای بابا چی؟ یه من گفتم باید جنمشو به من نشون بده الان هم که داره کار میکنه نه بابا جان پا پیش بذاری برای خودت خودم؟ آره یعنی همونجا که دلت گیره وقتی در آدم گیر بیفته آدم مهربان میشه با حوصله میشه بزرگوار میشه بزرگمنش میشه این خاصیت عشقه آجاقا خجالت زده نکن ما راجی ما کجا این کارا کجا اون شغل حالا درست ما به شوخی میگیم دکتری مطب داریم ولی باید شغل داشته باشیم درآمد داشته باشیم باید آمادگیش داشته باشیم اصلا فکر اونا رو نکن اونا رو شما حل شده بدان ها آج آقا چه کشکی چه دوغی حالا دلمونم گیر باشه ولی وقتی یه پامون بنده گیر و گوره آقای بی تقصیر و زندان و ندامت کنیم چه به ما زمین تو به فکر اون نباش اون حل شده بدون به فکر بقیهش باشه آجی کار چی شخ چی مگه علکیه تو این بی پولی تو این وضعیت بد اقتصادی کی جرأت میکنه بره خواستگاری آجی بابا جان خیلی از همین شرایط استفاده کردن تو هم استفاده کن یه کاری پیدا کن بده کاری تا بده یعنی تو این شرایط کرونا آره آقا ما این کار نیستیم آجی نکنه مثل اون یارو که تو کلانتری گرفته بودن ماسکا رو احتکار کرده بود یا الکل صنعتی رو میخواست به جای الکل طبی آقا ما این کار از این نونا نمیتونیم ببریم خونه حالا اون که بخوای چه کاری بکنی باید بشینی فکر کنی ولی یه پیشنهاد بهت میدم من ماشینم رو بهت میدم خب روش کار کنی خرج خودت رو در بیاری هل آجاقا ببخشی ها این ماشین شما هم تو ایران معروف شده هر گرفتاری پیش میان بگم ماشین آجاقا تا ها هست حاجی این که نمیشه برای هر کاری حلال مشکلات باشه این ماشینم الان تو مکانیکی همینجوری بدی قرازش نمیکنم یعنی میگی قبول نمیکنی بابا این ماشین منم شده این کفش میزان و رود بلکه میدم پس میدم چش بابا ببینیم خدا چی میخواد چش ببینیم خدا خدا خیره خدا بد میخواد خدا چی بس درست این نهول ناظر چی آجا وسط یه روایت بس سلام آجی جان خدا قوت سلام علیکم آقا احوال شما چطوره جان بس که دستم من ببین من رفتم شما رو ندیدم گفتم یه عرض ادب کنم قربان خیلی محبت کردی در خدمتم عزیزم عرضم این که
یه سری طلبه جهادی رو بعد از بس بلندتر میگم بلندتر یه سری طلبه جهادی داریم آماده میکنیم اعزام کنیم به مراکز درمانی و بیمارستانا. خب این کارا که ما داشتیم میکردیم، یعنی این یه مورد دیگه است. عرضم خدمت در بخش آقا ببینید یه سری گفتار درمانی معرفتیه، اگر بیمارا الان آموزش ببینن اصلا مواجه بشن براشون خیلی قوت قلب میگیرن. موارد درمانی گفتار درمانی معرفتی رو الان برای بیماران خیلی کارسازه. برگیره من نظر شما چیه؟ بروی چشم بروی چشم. من با همشیره صحبت میکنم اینجا هماهنگ میکنم که مقدمات و حضورشان تو بیمارستان فراهم بشه. خوبه؟ خیلی عالی. سلام منو برسونید. پس من مقدمات کار آماده میکنم، یکی دو جلسه هم بذاری بعد چپمون پره بهتر میشه. خب خیالتون راحت باشه، خیالتون راحت باشه، من این ور هماهنگ میشم. من متوازی نشدم چی بر بودیم. گفتم که بروی چشم آقا جان. سپاس از شما. چه خبره حاجی؟ اینجا دارن بچه‌ها تمرین تئاتر چی میگن این کارا میکنن که کارهای میدانی انجام میدن، کلیپ سازی میکنن. بچه‌ها یه ذره ساکت باشین، بذار صدا به صدا برسه دیگه. چش آقا چش. ای داد بیداد داد بیداد. قرار بود من ببینم اونا چه کردن دیگه. یا پاک یادم رفت اینقدر اینجا کار بود. میخواین الان گوشی رو بگیرم اینا شما بشنوید؟ خب بد نیست بد نیست، لطف بکنید. نه همون که آمدین، همون که آمدینی بخونی. فقط این موزیکال یه مقدار شاد اوت. چرا پیدا شدن؟ نه پیدا کن بخونی مشکلی. اشکال نداره بخونید دیگه. بخون بخون داره بخون. 3 2 1 برو. آخه کرونا بس چه تو این میری رو گلا خسته از مشکل گلا تو که کشتی ما رو آره آره کم بیا ادا میخوایم بریم یه جو با صفا یعنی میشه میگه نخورا کرونا رفت آخر دنیا همینو داره همیا تو شبا ماستا رو میندازیم با همینو میخواستیم حالا خبرهای خوش رفت بالا داره همیا تو شبا ماستا رو میندازیم بالا. آقا ارادت من بله ملازه فرمونید. آقا حاجی جان یه چیز با مسمات با مسماتر سنگینتر وزینتر با مفهومتر برای ما اجرا بکنید، چون من اینجا یه سری کودک و نوجوان مخاطب برای شما حاضر کردم. کار شما هم که برای کودک نوجوانه دیگه. یکی دیگه دارم ما منتظر یکی دیگه بخونید اون دوباره بخونید. وقت ندید حالا حرفش هر غلطی میکنید بخواد به بهانه قشر خاکستری بخونید. حالا دیگه بخونید آرومتر شما یه ذره آرومتر شما بهانه گیرون بگید که قشر خاکستری بشه حماسی تر. بسم الله بخواید. زده ما سو به اون صورت ماهش یه کمی یاد بگیر ماس رو دماغه توی هر گوشه کنار مردم این کنار مردم سرباز بیمنن هرچی دارن میدن. خب حاجی چون من الان در خدمت قشر کودک و نوجوان هستم من خودشان سوال میکنم. بچه ها چطور بود؟ بیمزه بود. اولیه بهتر بود. شنیدی؟ پر از آدم خاکستری ها خاکستری ها میگن اولی بهتر بود. اگر شما برای این بچه ها دارین برنامه میسازین باید چیزی بسازی که این بچه ها خوششان بیاد، یعنی باید در حد کودک و نوجوان باشه، از زبان اینا باشه. حالا من یه چیزی به ذهنم رسید که فردا آمدم اونجا بهتون میگم. خیلی خوب رو داشت کار میکنم. زنده باشید. اون قضیه رو من پیگیرم، نتیجه هم در تماسیم با هم. خواهش هم سلام برسونید. خداحافظ. شما هوا میری باشید. خسته نباشید. دست بریزاد. خدا نگهدارتان باشه. خب دیگه بچه ها خیلی زحمت کشیدین، میتونیم حرکت کنیم بریم. کرونا زنده باشید. بچه های اهل بچه ها مهندس تشریف آوردن. بفرمایید. خیلی خوش اومدین. سلام علیکم حاج آقا هروی گل گلا. آقا التفات فرمودین. یا الله بذار همینجا بذار همینجا بذار. ماشاءالله ماشاءالله به این روحیه این بچه ها هنرمندیشون تا سر کوچه صداش میاد. آقا الکی نی که اینا درجه یکن.
واقعا خدا خیرتون بده. خدا خیرتون بده. چطوری شما؟ آقا جان ببخشید من کمرم درد میکنه. تو تو از این بچه‌ها بفرست جلوی ماشین به خدای دیگه بار هست اون دارم بیاد. نگران نباشید میفرستیم. نگران نباشید. زنده باش. عجب قندی شده. به به به. عین خودت است. عین خودت است. حاج آقا جان. جان من در خدمتم. اگه می‌خوای بری غسالخانه من در خدمتم. غسالخونه الان این وقت شب شب نمیشه؟ میخوای ما رو دعایی کنی آواره کوربیابون کنی؟ مردم آمد گفت جانا ورد خیر آوردی لیک سوراخ دعا گم کردی جسارت نشو اصلا هم نفهمیدیم که شما ترسیدی من ترس بابا این حرفا کدام هست مگه من میترسم من خواستم خلف بدن نکرده باشم اعلام کنم بگم من نمیترسم ضمناً مردن ترس ندارد که آخر عاقبت هممون مردنه اجر شما محفوظ نیتت مهمه ماشاءالله چقدر عالی این قندا به به قابل شما را ندارد زنده باش اینا رو نگاه اینو نگاه آها بازم هستش با جلوی ماشین زیاد است دستتون درد نکنه در زندان ما 100 نفر ما مرخصی دادیم بفهم خیلی خوشم خدا نگهدارش خدا نگهدارش زنده باشی ممنون خدا نگهدارش دیدیم دیگه پیان اوه بیتا ببین مزه نپره نمک نشه حواست هست همیشه همین بگیر حتما سلام علیکم سلام علیکم آقا جان سلام علیکم جوانای رعنا خدا قوت بدهت خیلی اون طرفا آقا جان شما خوبین بچه‌ها خوبن منظورم زندونی‌ها هستن خوبن بله همه‌شون خوبن سلام هم داشتن خیلی هم دلشان تنگ شده بود برات آن دلتنگ شو عزیزم آقا چه عزیزمی حاج آقا جان این چه دلتنگیه ما دلمون برای اونا تنگ بشه اونا باید بیان ما رو ببینن ما چرا باید بریم اونا رو ببینیم آره اونا باید بیان بیرون ما نریم تو بله فعلا که بشریت توی قرنطینه و زندان گیر کرده البته اون تو خیلی هم با بیرون توفیری نمی کنه نه ببینم شما به عنوان نیروی جهادی در خدمت حاج آقا تهاب و حاج آقا هروی و بقیه دوستان هستی چیزی هم یاد گرفتین بله یا نه؟ آقا بله آقا خیلی چیز یاد خیلی خیلی چیز یاد اینقدر چیز یاد گرفتین ما مثلا دم دستی شده من ای سال مثال اگه بخوام بگم که حالا مثلا یه چیزای دیگه از ریا نشه نه نه شستن دستی آقا دستار قشنگ یاد گرفتیم بشوریم بله لاش لاش قشنگ لای دستار بشوریم اونا رو اجتماعی رو قشنگ یاد گرفتیم یه مت نیم هر چی کردم مسافتش ول کن یک منحیث المثال هم تو بزن دیگه جان منحیث المثال مثلا همین انگشتمون که دم دستی بالا بیاد بابا جانم بالا آوردی دست دیگه خفن کردی بگو دیگه چش دارم میگم آقا این انگشت و دم دستی ترین موردش همینه که میکنیم تو دماغمون آقا این چه جنابی تفسیری نداره اقتضای فرهنگش اینجوریه گفتارش اینجوریه ببخشین شما اون اقتضای چی میگین هم آقا خیلی چیز ساده همم گفته همم دارم میگه خب انگشت میکنیم تو دماغمون دماغه تمیزتر انگشت به خاطر اینکه انگشت بیرون بوده آقا بفهمین چه من حسل مثالی بود که زدی حاج آقا جان اگه چیز هست من تشریف بیاریم من برسونم میتون نه بابا من خیلی کار دارم حالا کار دارم الان زود است منو بخوای با نشکش بدی نه آقا دور از جون دست منظور داداش اینه منظورش بود اگر وسیله نداری تشریف بیاریم با هم وسیله برسونیمتون آره میخوام برسونمت آفرین آره. خیلی ممنون که توضیح میدی خوب منو شیر فهم میکنی نه خیلی ممنون خواهش میکنم خواهش. اتفاقا امروز زور داشتم با حاج آقا تا صحبت میکردم تعجب کردم چون خیلی ازتون راضی بود خدا رو صد هزار مرتبه شکر خدا شکرت الان دیگه شما از ما خیلی راضی این دیگه با این تفاصیلی که میفرمایید دیگه خدا ازتون راضی باشه ان شاء الله قدر این حاج آقا طه را بدانید دم خور شدن باهاش واقعا خودش یه دانشگاه است یه پا سیر سلوکه یه پا چی آقا هزار پا به هزار پا گفت زبینا حاج آقا تا هزار پا؟ نه آقا منظورم اون پا نیست این پا رو نمیگم که آقا پا اون پایی که میگه پا پا به پا پا آقا بل کن نمیده آقا بل کن اینقدر مثال علیکی چی داری میزنی؟ چقدر توضیح میدی به من خوب من شیرفهم شدم خرفهم شدم دوره جون آقا اصلا نگران نباشین حاج آقا کارهای فرهنگی قرار روشون اعمال بشه انشالله بله حاج آقا کارهای فرهنگی هم زمان میبره انشالله برادرها همکاری لازم انجام منظورش اینه که بده یکم صبر کنه انشالله باشه اگر شما اینا را آدم کردید یک دست خوش حسابی پیش من جا آقا آقا من رفتم
خیلی خیلی سلام به حاج آقا تاها برسان. خدا حافظ. سلام برسین همه رو. همه رو سلام برسین. هم بچه‌ها رو هم سلام برسین. زندونیا رو عرض می‌کنم. برادرا رسیدین خبر بدین ها. برادر. چرا با این من هیکسل مثالت کرده؟ این چی بود نشون دادی با حاج آقا؟ اعمال زمان. بفرما بخوابین. بریم بخوابین. هستیم خدمتتون انشاءالله. نه بخواد باشین. بفرما آقا جون. بفرما. باش. چرا محکم میزنی؟ این چه مثالی بود؟ این انگشته چی بود که گفتی؟ خب همین دمه دستی تر همین بود دیگه. چیکارش کنم؟ بابا خیلی خستم. برو کنار. اعصابت دارم. خوابم عین جسد شدم. جسد شدی بیا ببرم غزال خونه. آه چرا اینقدر با نمک شدی؟ خدا فهمیدم بیمزده. چی داری میزنی؟ مصرف چی شده جدیدن؟ هیچ چی شده؟ تو باور نکردی من پاکم؟ آقا من جامعه رو بیخیال شدم. تو فقط امشب به من بگو تگی من روشم. من پاکم یا ناپاکم؟ آقا بلکن تو به من بگو. تو بازم مهم میکنم. میخوام برم بخوابم. تو ناشه چی؟ کجا داری میدی بخوابم؟ تو ماشین بخوابم. تو ماشین بخوابی؟ بله. باشه باشه. تو فقط به من بگو. یه کلم بگو. تو پاکی. من خیالم راحت شد. نه من نمیرم. نمیرم جلو. به من چه؟ خبر بدم بهت که این دوتا همین رفیقات الان دارن سوار ماشین میشن میخوان حرکت کنن. مویی دنبالشون میکنی. سپر به سپر بقید نمالی بهشون ها. یعنی میگم ببین نفهمم توی یا برای منم یا آدرس بفرست من بیام بالا سرشون. یه چیزی بگم؟ نه نمیگی؟ نه. خب آقا بذار بگم بعد بگو. نه نه این نه نه اون نه این نه نه اون نه. یعنی چی؟ یعنی این نه یعنی نه نه نمیگم. یعنی موافق؟ آره. وانته چی میگه افتاد دنبالش؟ این همون وانته است که اون رو زیر پای بهروز بوده باشه دستمون در رفتیه. بابا باری کل راست میگه خودشه. برو ببینیم امکر کنج رو کاسه بیان. چه بو میکنی؟ آه چقدر شلوغ میکنی تو ای بابا. آه بگو چه غلطی میخوای بکنی من بفهمم. یه دقیقه قفش روی چی نگو. یه دقیقه آه اینجاست بیا. چیه؟ چه دقیق نشونی داده بوده. این چیه؟ این چیزیه. این چیه میگم؟ واسه با این چیزیه دی؟ چیه؟ بچه‌ای واسه خودشی. این بنده خدا عمری رو به گرفتاری و زندان و مصیبت گذروند. یعنی گفت تا هستم ای رفیق ندانی که کیستم. رفیق